ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی شلگره در حملات امروز کشته شده است. اما فعلا در دیگر مناطق هزارستان چی میگذرد و در 24 ساعت گذشته چی گذشت؟ سلام بر شما مخاطبان عزیز، آرزومان است هر چه هستین صحتمند و سرحال باشین. امروز 20 جون برابر با 3 جوزای سال 1400 هجری شمسی است. توجهش رو جلب میکنم به خبرهای تازه. امید است پاپاین با ما همراه باشین. از بلخاب شروع میکنیم، چه از شلگر دوست عزیز شروع میکنیم که در شلگر ولسوال طالبا و همچنان معاون والی نامنهاد طالبا برای بلخ در حمله هوایی کشته شده، همراه با چندین تن از نیروهایی که زیر امرشان بوده و اینا تقریبا در این ولسوال تلفات بسیار سنگینی را متقبل شده و روحیهشان هم تضعیف شده و مردم هم و نیروهای امنیتی بیشتر روحی گرفته و در حال پیشروی در این ولسوال هستند. انشاءالله به زودی نقاطی که در تصرف طالبان در آمده بودن از پیششان پس خواهند گرفت. و همچنان در بلخ و مزار شریف دوستای عزیز شما در جریان باشن که یک سلسله تحرکات طالبان داشتن و رفتن تا دروازه های شهر، یک فیلمی گرفتن، عکس گرفتن، دوباره گذشتن، ولی فعلا اون ساحات کاملا در اختیار نیروهای امنیتی قیزش های مردمی هستند. در شمال احزاب مختلف، جریان های سیاسی مختلف کاملا در کنار یکدیگر خود ایستاد شده، هرچند که برخی ولسوالی های ولایت دادیس طالبا هست، قسمت های خاک از ولایت دادیس طالبا هست، اما خیزش های مردمی در کنار نیروهای امنیتی، جریان های سیاسی واقعا عملکردش خیلی خوب بوده و ایستادگی خیلی خوب نشان داده. افراد وابسته با مارشال دوستم، افراد وابسته با آقای مرقی و همچنان خود عباس ابراهیم زاده که در صحنه حضور داره و رفته، و افراد وابسته به حزب جمعیت و تا محمد نور کاملا مسلح شده، آمادگی کامل برای دفاع از شهر دارن. یک اندازه روحیه مردم هم تضعیف شده بود، حالا فضل خدا روحیشون خیلی خیلی خوب شدن و به زودی تمام اعمالات طالبان عقب زده میشه. یک سلسله ناراحتی هایی که دوستا داره، ما امیدوار هستیم که در بخش خبررسانی دقت بکنه. شرایط سخت قابل تصور هست، اما ما خواهش ما از همه شما برادران و خواهران گرامی هست که در شرایط سخت درست است که اخبار باید گفته شود، اطلاع رسانی شود، ولی متوجه جنگ روانی دشمن هم باشید. همه شما دوستایی که در فیسبوک و یوتیوب هستین، یک سرباز هستین، یک فرمانده هستین، پس درست فرماندهی کنید، درست هم بجنگین. میرم طرف 22 عزیز، در وقتها کاملا وضعیت آرامتر بوده، هر چند که طالبا تقریبا هر روز یک سلسله تحرکات را داره، یک سلسله تحرکات را همه روز طالبا داره، اما فضل خدا همیشه وقت عقب زده داشته و دی 24 ساعت گذشته در گریان چنانی رو مشاهده نبودیم. اگر وقتی اگر فایر میکنه از مو سنگر خود برش دوباره پس میره، دیگه توانایی حمله به سمت 20 فضل خدا نداشته و انشاءالله هم نخواهد داشت. دایکندی هم در 24 ساعت گذشته در گیری زیاد شدیدی بین نیروهای امنیتی و خشای مردمی و طالبا وجود نداشته. طالبا هم سنگرهای خود بودن، نیروهای امنیتی هم سنگرهای خود بودن، هرچند که متاسفانه وضعیت بی‌جا شدگان در اینجا وخیم هست، چون خانه هایشون برخی خانه های از اینا را طالبا در داده، دارایی هایشون در داده، درخت هایشون به جای قطع کرده. اما در کل از این موضوع اگر بگذاریم، روحی مردم خیلی خوب هست. مردم ما با وجود گلایه هایی را که از مسئولین حکومتی هم داره، ولی درخواستشون این هست که براشون امکانات سلا داده شود، به زودی اینا قیام عمومی را انشاءالله اعلام خواهد کرد. در ولایت های مختلف مردم کنار همدیگر ایستاد شده، متحدان در برابر دشمنان مردم افغانستان خواهد رزمید و فعلا در قسمت های از خوخور و بیری اونجا دوستای عزیز مردم جا با جا هست، نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی هستن، طالبا در اونجا نتونسته بره. این آوازه هایی که گایا اونجا رو سقوط کرده کاملا دروغ است، سری تگاب و تمازان ما دادیست طالبا هست و اونا پیشروی نداشته و احتمالا نمیتونه پیشروی هم داشته باشه انشاءالله. خوخور و مردم خوخور انشاءالله امیدوار هستم که حمایت مالی و مادی و معنوی شود و باز هم میگم که تک تک شما دوستایی که در شبکه اجتماعی هستین یک سرباز هستین. در لال و سر جنگل هم طالبان مثل همیشه یک سلسله تحرکات در نوار مرزی داشتن و در 24 ساعت گذشته وضعیت نرمال تر بوده. در بامیان فضل خدا هم حمله طالبان نبوده، هرچند یک قسمت های از سلاح و برفک طالبان یک تحرکات کم بیش دارن و احتمال از اینکه اونا حملات طرف بامیان یا طرف شیخلی داشته باشه وجود داره، اما مردم هم کاملا آمادگی خود داره. مردم بامیان دیروز نشستی بسیار بزرگ خوبی داشتن، امروز هم جلسات با مسئولین امنیتی داشتن و قرار است که خیزشگاه مردمی در اونجا هم بیشتر تعمیر و تجهیز شود انشاءالله. و قسمت های از غزنی که در حالت عادی هست، نه پیشروی دولت داشتن، نه پیشروی هم تا
طالب داشته. نوار مرزی های جاهوری هم فضل خدا کاملا امن گزارش شده و هرچند که طالبا گفتم تحرکات خود در تقریبا در اکثر جهات داره، اما فعلا فضل خدا وضعیت آرام و نرمال در اونجا گزارش داده شده. در یوسف طالبا اردوبل سوالی که گرفته بود دانش هم در اختیارشان هستند، البته تعمیر ولسوالی، اما خیزش های مردمی و نیروهای امنیتی جاهای دورتر از ولسوالی هنوز هم هستند، جا به جا هستند و درگیری دیگر هم بینشون صورت نگرفته. نکته دیگر که میخوام مهمتر است، خبرو خلاص شد. دوستایی که دنبال خبر بود خبر خلاص شد. تا 5 دقیقه از 5 ولایت خبر گفتیم. اما مهمتر از همه روحیه شما مردم هست. خواهر، برادر، پدر، مادر. ما برعکس تمام یوتیوبرهایی که همه میگه هی بیاین ویدیو ما رو تماشا کنید، من میگم ویدیو ما رو تماشا نکنید. در این وقتا کسانی که مشکلات دارین، خصوصا پدران و مادرانی که کم پیرتر شدین، زیاد اخبار دنبال نکنید. هیچ تلاش کنید که از اینا کم کم فاصله بگیرید. یا اگر ویدیو سعی میکنید، اخبار سعی میکنید، خب دل آدم طاقت نمیکنه، در کنارش موسیقی زیاد گوش کنید. ما اینجا موسیقی کم کم بعد از این هدفمندانه زیادتر آپلود میکنیم. آخر چرا موسیقی نمیشنوید؟ بشنوید کم بهش موسیقی، بشنوید یک فیلم خوب ببینید، یک سریال خوب تر ببینید، یک روز با هم دیگه بخندین. دنیا همین است. روحیتون رو نبازین، مریض نشوین، خودتون رو خونجیگر نکنید. میدونم خونجیگر میشین، ناراحت میشین، ولی بیش از حد نشه. فکرتون باشه و جانتون و خودتون اهمیت بدین. ما در این روزها در اوجمیم جنجال ها، تمام تلاشم است که با دوستایی که موسیقی میخونن، دمبوره مینوازن، بیشتر تماس بگیرم و تا همکارم بره از اونها حتما فیلم بگیره تا برای شما نشر بکنیم. چرا دمبوره تون رو گوش نمیکنید؟ چرا فیلم های خوب شاد نمیبینید؟ فیلم های کمدی ببینید. ببینید اگر شما چی در داخل افغانستان، چی در بیرون از افغانستان، همیشه وقت فوکس شما روی اخبار باشه، شما بسیار تاثیر منفی را در روحیه و روان خود دوستای عزیز متوجه میشین. مثل اینکه من خودم هم میگم نشدم آخر دکتر من معنی کرده که دیگه در تلفن گپ نزن، با من خود از دوستا پوزش میخوام دیگه وقت تلفن بیشتر گپ نمیزنم، تلاش میکنم فیلم ببینم، سریال ببینم یا فیلمای کمدی ببینم، چون سر خودم تاثیر بد داشته و بجز اخبار را که همکارم دنبال میکنه برای من روان میکنه، دیگه من هیچ فیلم نمیخوام ببینم، فیلمای جنگ افغانستان. شما هم همین کارو بکنید، اخبار اگه گوش کردین هم تلاش بکنید از مجراهای باشه که حداقل فیلمی کشتار و زخمی رو زیاد نبینید، بسیار تاثیر منفی داره. پس تلاش بکنید روحیتون زنده نگه دارید. خواهر، برادر، پدر، مادر، هر کجایی که هستی، هر چیزی که در توانت هست انجام بدی، ولی تلاش کن که خودت مریض نسازی. شما کار میکنید، برای خانواده تان هم باید توجه داشته باشین. درست است که فکر مردم همه ما شما را آرام نمیتونه بمونه، به خاطر اینکه وضعیت دنگونه مشمر نمیتونه آرام باشه، ولی حداقل تلاش کنید که استرسی که به شما وارد میشه کمتر باشه. این گفتنی برادر شما بود. امیدوارم شما هر جا که هستین صحتمند باشین، همیشه وقت تلاش بکنید، هر کاری که میتونید برای مردمتون انجام بدین، ولی روحیتون رو نبازین و سرتون فشار نیارید، خودتون بیش از حد جگر خون نکنید، از دیدن فیلم های کشتار و زخمی و دیگه و دیگه به شدت پرهیز کنید. تا درود دیگر، بدرود، دوستان دارم.